سلام دوباره تقدیم میکنیم. خوش آمدین به بخش سرخط برنامه بامداد و امروز خواستیم در رابطه با مشکلات جاده ها در کشور صحبت بکنیم، خصوصا جاده سالنگ و همچنان کندهار، کابل. دیروزه که شما بر ما ویدیو روان کردین، ما هم وعده‌ای را سپردیم که امروز نماینده از وزارت فواید عامه افغانستان اینجا دعوت میکنیم در رابطه با مشکلات شما، مشکلات جاده هایی که در افغانستان هستند صحبت های خود داشتیم. میتونین تماس بگیرین، خط ارتباطی 8656 و همکارای ما هم امیل عزا منتظر تماس های شما هستند تا تماس های شما را با ما به داخل استودیو وصل بسازن. اینجا با ما جناب مهدی روحانی هستند، سخنگوی وزارت فواید عامه افغانستان. سلام، صبحتان بخیر، بسیار خوشم. سلام، تشکر. سلام باشید آقای روحانی. بخوایم در نخست بریم به طرف دیدن یک ویدیو از کابل شمال و خصوصا سالنگا، و از همکارای ما هم خواهش میکنیم که این ویدیو را نشر بکنن و در پس از او هم دوباره صحبت های جناب روحانی صاحب خواهد شنیدیم. سرکر که تماشا میکنین، این به نام شهرهای سالنگ یاد میکنن که دو ولایت نو اضافه تر از او ولایت شمالی را به مرکز افغانستان یا به جنوب افغانستان وصل میکنن. خدا کنه او سردمدارای حکومت وحدت ملی و نماینده های مردم در مجلس نمایندگان این ویدیو را تماشا کنن، حداقل اگر سال یک بار میشه از طریق زمین از این را سفر کنن تا از درد این ملت بیچاره آگاه شوند. حاجی عبدالقادر فولاد هستم از ولایت جوزجان که ویدیو را روان کردیم. خدا کنه که مسئولین به برنامه دعوت کنن و در این باره از ایشان پرسان کنن که چرا در طول چند سال پلهایی که سرازیر شد در افغانستان حداقل به شکل اساسی اشارای سالنگ بازسازی نشد. تشکر. تشکر میکنیم. ما هم به وعده خود وفا کردیم و آل هم صحبت های جناب روحانی صاحب بشنیم که به شما چه گفتنی دار؟ تشکر. طبق که ما همتان عزیز ما میدانند شهرهای سالنگ حدود 50 سال قبل توسط جماهیر شوروی سابق ساخته شده بودند و ای که چرا در طی 17 سال گذشته یا 16 سال گذشته توجه جدی در برایش صورت نگرفتند، خود میمانم یک موضوع. و رهبری وزارت فایده ما شخص جناب یاری صاحب طرحهایی که در طرحها و پلانهای اساسی که ما در مورد شهرهای سالنگ داریم، در کنار پلانهای اساسی خود 5 کیلومتر در قسمت منطقه چوکک پرسنل خود وزارت فایده ما تکمیل کردن. بله. و 30 کیلومتر دیگه ایش هم که ما برش بودجه نداشتیم، جلالت ما رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان از کد احتیاط برای وزارت فایده ما پول پرداختن که بله. در این مجموع سروی و دیزاین 30 کیلومترش تکمیل شده و بخش اولش به طول 10 کیلومتر به اعلان داوطلبی است و انشالله به روزهای نزدیک شرکت برنده قراردادی مشخص میشه که او ترمیم اساسی رو شروع میکنه، ترمیم البته ترمیم استراتژیک که آغاز میکنیم ما. و فعلا هم دو بخش دیگه ایش که به طول 20 کیلومتر است در مجموع 30 کیلومتر، اونا هم در مرحله تدارکاتی خود قرار داره. و خبر خوب دیگه ای که ما داریم، به خاطر 20 کیلومتر دیگه ایش هم باز هم وزارت فایده پیشنهاد کرده بودن که ما بتانیم به خاطر 20 کیلومتر دیگه یک مقدار پول داشته باشیم که برای امسال ما بتانیم ترمیم اصراری 50 کیلومتر خود ما تکمیل بکنیم. و 50 کیلومتر توسط جهاد ما رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان است بود کد احتیاط برای ترمیم اصراری پول داده شده که انشالله ما رو به زودی ترمیم میکنیم. 50 کیلومتر البته ترمیم اصراری است، اسفالت است. و فعلا هم توسط پرسنل خود وزارت فایده ما در داخل خود تونل کار جریان داره، کار ترمیمات اصراری یعنی اسفالت است که برای امسال ما بتانیم حدودا خود تونل سالنگ و به شمول 50 کیلومتر دیگه 55 کیلومتر دیگه کنار ما بتانیم به طور اصراری ترمیم بکنیم که مشکلات همتون عزیز خود رفع بکنیم. البته ترمیم اصراری نیست. طرحهایی که در قسمت تونل سالنگ جناب یاری صاحب دارن، اول هم که راهی بدیل تونل سالنگ است که سرک دوشی لابامیان فعلا هم در دو بخش کارش جریان داره، بخش اولش از طرف بغلان و بخش دومش از طرف بامیان فعلا کار جریان داره توسط شرکت های بین المللی و با کمک مالی بانک جهانی. و همچنان مطالعات اساسی تونل سالنگ هم چند قلب بین وزارت فایده ما و شرکت برنده قراردادی بین المللی به امضا رسید. اگر ما وقتی که بخوایم که تونل به طور اساسی ترمیم بکنیم، باید یک مطالعات اساسی صورت بگیره، چون بعضی موضوعات تکنیکی که ما در اونجا داریم اونا کلشان در نظر گرفته شده. و طرح سومی ما که بدیل تونل جدید سالنگ است که از اولنگ تا دوشاخه فعلا هم شرکت بین المللی سمیک استرالیا مطالعات خود را انجام میده. یعنی در مجموع ما جناب یاری صاحب به کمترین وقت ما تانستیم که مشکلات را در نظر بگیریم و این پروژه ها هم در وقت های قبل آغاز شده بود و در این روزا انشاءالله کلشان نهایی میشه. انشاءالله
جناب رانی صاحب، سال که نسل ما هست و نسل هزاران هموطن ما هست، شما مدت 16 سال است که دنبال چرا هستین که چرا این جاده ساخته نشد، ولی ملت هموطنای ما هم دنبال ازی هستند که پاسخی چرای خود از کی بدانند. پس وزارت فواید عامه کارشان چی است؟ چرا نتانسته تا بال به این چراهای مردم افغانستان جواب درست بده؟ در مجموع چون جوابگویی که ما داریم از رهبری حکومت وحدت ملی است که خوشبختانه ما تانستیم با آمدن رهبری حکومت وحدت ملی پلانهای اساسی خود را نه تنها در قسمت تونل سالنگ، فعلا هم که سه طرحی که ما داشتیم خوشبختانه در سه پلانها و طرحهای خود ما موفق بودیم و عملی کردیم، فعلا هم عملا کار در قسمت بدیل راه تونل سالنگ سرک دوشی بامیان است کار جریان داره و همچنان در قسمت ترمیم استراری که فعلا ما داشتیم حقیقتا وضعیت تونل سالنگ بی‌نهایت خراب است. به ما احساس است که سفر که جناب یاری صاحب به سالنگ داشتن بعد از سفر اقدامات جدی که ما در روی دست گرفت کردیم 50 کیلومتر رو بتونیم به طور استراری ترمیم بکنیم و طور که هموطن عزیز ما در ویدیو اشاره کردن که در طی 16 سال مانند وزارت فایده ما نتانستن با او پول هایی که در افغانستان سرازیر شدن رو به طور اساسی ترمیم بکنه، چون فعلا در حقیقتا اگر او پول ها فعلا در نزد پس چرا ترمیم نشد؟ پس چرا را ماسکی بداریم؟ خب بعضی مشکلات های خود داشتن. بله. اولین موضوع مشکلش بود که راهی بدیل تونل سالنگ نداشت. بله. تا راهی بدیل برای تونل سالنگ ما نداشته باشیم ترمیم اساسی غیر ممکن میباشه. بله. وقتی ما ترمیم اساسی بکنیم در اونجا آهن کنکریت میشه، آهن کنکریت اگر ما انجام بدیم حدوداً 6 ماه 7 ماه برای هموطنان بس سالنگ برمیگرده. اما بریم یک بار سری میزنیم به طرف کندهار ببینیم که مردم ما که از کندهار به کابل سفر میکنن با چه مشکلات روبرو هستن، یک بار در ویدیو تماشا میکنیم و اینجا هم نماینده که از وزارت فواید عامه افغانستان با ما هستن پاسخشان خواهد شنید. دقیقا شما خود ویدیو را تماشا میکنین و این نه تنها مشکل یک روز بلکه مشکل چندین سال مردم کندهار ما هستند که به کابل سفر میکنن و کسایی که امو ولایت ها مسیرش میشه. خودتان یک بار ویدیو را ببینین و خودتان با خود قضاوت بکنین که چی جوریان داره. شاید هم بدیلی داشته باشیم به ساخت و ساز از اینا اگر به سالنگ نداشته باشیم، ولی چرا پاسخ این گپ اینجاست که چرا کار در سرک قندار نشده. بله این ویدیوست. خب می ویدیو را میشه که قطع بکنین و پاسخ شما را میخواهیم بگیرم. شورای کابل قندهار در سال 2002 تا سال 2006 توسط جامعه بین المللی ساخته شد. البته وقتی در قسمت ساختش اونا دیزاین بیلت میکرد. بله. یعنی دیزاین بیلت به این معنا که وزارت فایده ما هیچ نوع صلاحیت در قسمت تطبیق پروژه و نظارت پروژه ما نداشتیم. از طرف جامعه جهانی تکمیل شد و به وزارت فایده ما واگذار شد که یعنی شما بگیرین به هر لحاظی که اینا ساختن. و بعد از اون از همه مهمتر در کنار حفظ مراقبت جاری و عاجل حفظ مراقبت دوره‌ای است که بدبختانه سرک هایی که در سال های قبل در طی 16 سال گذشته ساخته شده بودن در قسمت ساختش توجه شده بود، ولی در قسمت حفظ مراقبت اساسیشان هرگز توجه نشده بود. بله. و هر سرک بعد از 5 سال بعد در کنار حفظ مراقبت جاری و عاجل زمستانی باید حفظ مراقبت دوره ای شد که بدبختانه نشده و وزارت فایده ما از لحاظ بودجه خود حفظ مراقبتی خودم مشکل داشت و داره. بودجه حفظ مراقبتی که به خاطر تمام شهرهای عمومی افغانستان که طرف معینت حفظ مراقبت زیربنای ترانسپورتی سروی ابتدایی شده و طبق سروی های ابتدایی ما اولویت بندی کردیم، به می خاطر به پارلمان کشور ما 5 میلیارد افغانی رو پیشنهاد کرده بودیم. از 5 میلیارد 1 میلیارد منظور است، 1 میلیارد اگر ما در 34 ولایت خود تقسیم کنیم تنها حفظ مراقبت جاری و عاجل زمستانی ما کفایت نمیکنه، چه رسد ما حفظ مراقبت دوره‌ای بکنیم. باز هم خوشبختانه جناب یاری صاحب تلاشی که داشتن به خاطر اینکه در کنار اینکه ما پروژه های جدید خود می سازیم و برای یاریسه و رهبری وزارت فایده ما از همه مهمتر او سرک های هست که در سال های قبل ساخته شده بودن چون سرمایه ملی کشور است. از لحاظ بودجه حفظ مراقبت ما مشکل داشت. در مجموع چون که ما سروی ابتدایی خود را تکمیل کردیم در اولویت بندی های اولی ما شورای کابل جلال آباد است که ترمیمش بخش اولش تکمیل شد، بخش دومش جریان، بخش دوم و سومش جریان داره و بعدش شورای کابل قندهار الا هرات است که ما به خاطر از با دونر خود مذاکره کردیم که خوشبختانه بانک انکشاف اسوی بزرگترین دونر ماست که 60 الی 70 درصد بودجه غیر اختیاری وزارت فایده ما رو تامین میکنه. در کنار پروژه های جدیدی که اونا تامین میکنه به خاطر شورای ترمیم اساسی کابل قندهار الی هرات با وزارت فایده ما تعهد سپردن که طبق تعهدات اونا برای اولین بار سروی تمام شهرهای موی افغانستان تکمیل شده و بخش اولش که از پل کمپانی الا ولایت غزنی به طول 35 کیلومتر
در اعلان دعوت طلبی به از طرف کمیسیون محترم تدارکات ملی منظور شد و به روزهای نزدیک جناب روحانی در گذشته ها هم شاید همچون وعده‌ای بوده از طرف وزارت فواید عامه افغانستان در رهبری پیشین وزارت فواید عامه افغانستان، ولی طرح همیش روی کاغذ مانده، هیچ چیز عملی نشد. به نظرتان آیا این طرح و این وعده ها برای مردم افغانستان عملی خواهد شد؟ دقیقاً یک موضوع ما شما باید در نظر بگیریم، وقتی ما از دونر پول میگیریم، دونر اما شرایط تدارکاتی و قانونی خود داره، بنابراین وقتی در زمان گیر میباشه. پلانایی که ما داشتیم، ما توانستیم که در می آمدن رهبری حکومت وحدت ملی بزرگترین مشکلات پروژه‌های خود مرفوع بسازیم و طبق مو وعده هایی که قبلا ما داشتیم، به مو وعده های خود ما ترمیم اساسی شورای کابل الا قندهار تا سال 2020 کابل قندهار قندهار لاهرات ما به طور اساسی ترمیم میکنیم. تیم نظارتی هست در وزارت فواید عامه افغانستان که نظارت میکنه، هر پروژه‌ای که ما تطبیق میکنیم و به اعلان داوطلبی سپرده میشه، بعدا قرارداد میشه، بنابراین تیم مراقبت کننده ما به طور 24 ساعت در ساحه حضور می داشته باشند و اونا از تطبیق پروژه های موقت قراردادی مواد را آماده میکنه، میخواد در استفاده بکنه، قبل از استفادهش توسط تیم نظارتی ما و لابراتوار چک میشه، اگر موادش مطابق با ماده قرارداد باشد برشان اجازه کار داده میشه و اگر نباشه اجازه کار داده نمیشه. و یک موضوع شورای کابل قندهار هم ما شما باید نظر بگیریم، تنها ما نمیتونیم که تمام مسئولیت ها را سر یک ارگان انداز کنیم. و طور مثال موترایی که در کشورهای همجوار ما شما بار سه موتر در یک بار در سه موتر انتقال میده، تناژ بلند، تناژ بلند و در داخل افغانستان که میشه بار سه الا چهار موتر پاکستانی در بالای یک موتر ما انتقال میکنه که این مربوطه که میشه وزارت ترانسپورت، تنها نمیتونیم که یعنی سرکایی که دیزاین میشه یک وزن مشخص داره که در فی اکسل مشخص است و تمام دریورا در این قسمت معلومات کامل داره، یعنی در پاکستان بار سه موتر پاکستانی در داخل یک موتر افغانی جابجا میشه و خلاف نرم و استاندارد خود کمپانی موتورا دبل سایز میشه، بنابراین طبعا در هر کشوری که این غیر معیاری بارهای غیر معیاری بیش از توان و بیش از اون چیزی که دیزاین شده در سرک ها انتقال کنه طبعا خراب میشه. به مو اساس است که با هماهنگی تمام ادارات مربوطه وزیر ربط و این مشکلات ما انشاءالله برطرف کردیم و برطرف میشه و رهبری وزارت فواید عامه با کمترین وقت خود ما توانستیم که در کنار یک پروژه های جدید خود ما میسازیم و در قسمت حفظ مراقبت شهرهای عمومی افغانستان هم توجه جدید داریم و انشاءالله با دونر خودم مذاکره کردیم از لحاظ بودجه مشکل نداره. خیلی هم سپاسگزار هستیم جناب روحانی صاحب. خب وقفه میگیریم، پس از وقفه دوباره برمیگردیم.